دوستان عزیزم سلام همراهان خوب کانال یوتیوب پویت اکادمی این ویدیو به مناسبت چهارمین سالگرد تأسیس کانال یوتیوب پویت اکادمیه یک دنیا از همراهیتون ممنونم از تمام لطفی که به من داشتین در طی چهار سال گذشته تمام پشتیبانیاتون، حمایتاتون و کامنت های قشنگی که برام گذاشتین اما بعد از مدت ها تصمیم گرفتم که یک سری تغییرات مهم در کانال یوتیوب پورت آکادمی به وجود بیارم یکی از تغییرات مهمی که تو ذهنم بود تغییر لوگوی پورت آکادمی بود طراحی یک لوگوی جدید که یه جورایی هویت ایرانی داشته باشه و شناسنامه ای برای کانال یوتیوب پورت آکادمی به حساب بیاد برای طراحی این لوگو چند وقت پیش یه سر به موزه ایران باستان زدم تا یه سمبل مناسب پیدا کنم و جزئیاتش رو از نزدیک ببینم و بهتر ایده بگیرم کلی ایده به ذهنم رسید ولی از همه بهتر الهام گرفتن از چهره یکی از بهترین پادشاهان ایرانی یعنی داریوش هخامنشی بود بعدش یه نگاه انداختم به طراحی قدیمیم چون میدونستم این یکی رو از قبل دارم بنابراین همه چی رو از روی میز کنار زدم مدادم و برداشتم و آمادش کردم برای طراحی بعد یه دفترچه هم آوردم برای کشیدن یه طرح ساده طرح اولی نیاز به جزئیات نداره فقط باید کلیات رو در نظر بگیرید من چهره رو خیلی ساده و مینیمال به سمت چپ کشیدم بعد باید یه المان جدید اضافه می کردم که نشانه آموزش باشه برای همین رفتم سراغ کلاه فارغ و تحصیلی که یکی از نمادهای مهم آموزش در دنیاست برگشتم سراغ تر و سعی کردم کلاه فارغ و تحصیلی رو جایگزین کنم و طوری روی سر کارکترم قرارش بدم که تقریبا در محدوده سر قرار بگیره و فرم کلی لوگو رو خراب نکنه حالا چون آموزش های پویوت مجازیه از بورد های الکترونیکی برای نشون دادن این مورد استفاده کردم برگشتم به طرح قبلی و با الهام از خطوط صاف و گوشه های شکسته در مدار برد الکتریکی طرح نهایی رو دوباره تغییر دادم اینجاست که جزئیات مهم میشه پس فر موها رو باید با ظاهر برد الکتریکی مطابقت میدادم طرح آماده شد فقط باید یه بار دیگه طرح نهایی رو روی کاغذ میکشیدم تا تصویرش رو بیارم توی ایلستریتر اینم از این عالی شد خب وقتش رسیده بود که طرحی که با مداد کشیده بودم رو در ایلستریتر یک بار مجددا اجرا کنم تا بتونم فایل با کیفیتی رو به عنوان لوگوی نهایی پویوت به دست بیارم و نتیجه نهایی شد این ترکیبی از نماد هخامنشی کلاه فراغ و تحصیلی و برد الکتریکی یک طرح ماندگار با اصالت برای مجموعه پویوت بعد از لوگو رفتم سراغ فونت فونت مناسب فارسی و انگلیسی یکی از اون چیزایی بود که برای تعیین هویت منحصر به فرد برای پویوت واجب و اجباری بود حدود دو هفته وقت گذاشتم و در گوگل فونت کلی فونت فارسی و انگلیسی رو بررسی کردم فونت مورد نظرم باید در کنار زیبایی حروف کوچیک و بزرگ رو پشتیبانی میکرد و حالتهای مختلفی از استایل خیلی نازک تا خیلی زخیم رو هم ساپورت میکرد در نهایت فونت مونسترات برای زبان انگلیسی و نوتو برای زبان فارسی رو انتخاب کردم که هارمونی خوبی در کنار هم داشتند در نهایت رفتم سراغ رنگ رنگبندی یونیک و مناسب با کارتون چیزی که میتونه برند شما هویت بده منم رفتم سراغ یه ترکیب رنگی جدید که برای پویوت ماندگار باشه و یه جورایی شناسنامه یه کاری پویوت اکادمی به حساب بیاد. در فتوشاپ یک سند ایجاد کردم و دو رنگ نزدیک به سفید و نزدیک به مشکی رو به عنوان دو رنگ از سه تا رنگ مد نظرم انتخاب کردم. سفر رو با این دو رنگ و علمان های پویوت اکادمی آماده کردم تا رنگ سوم رو هم انتخاب کنم. کلی رنگ رو بررسی کردم و در آخر ترکیب این سه رنگ برای مجموعه پویوت انتخاب شد اینا بخشی از تغییراتیه که در پرویت اکادمی داره شکل میگیره و به زودی شاهد تغییرات بزرگتری خواهیم بود در پرویت اکادمی مطمئنا کلی برنامه دارم برای پرویت اکادمی که دونه دونه اون موارد رو به وقتش حتما بهتون میگم بازم ازتون تشکر میکنم بابت حمایتاتون بابت لطفی که در طی چهار سال گذشته من داشتین و ازتون درخواست میکنم حمایتاتون رو از کانال یوتیوب پرویت اکادمی دریغ نکنید باز هم به صورت مداوم در آینده همراه شما دوستان عزیزم خواهم بود متشکرم موفق باشید